کمتر از چهل روز دیگر به اربعین حسینی زبان باقی مانده است بر همین اساس آماده سازی زیر ساخت های لازم برای انجام مراسم عظیم اربعین آغاز شده و ده نهاد ارگان سازمان مؤسسه و مجموعه مربوطه در کشور عراق برای برداشتن گامی مؤثر در برگزاری هرچه بهتر این مراسم آماده می کنند سازمان گذرگاه های مرزی عراق روز سهشنبه 18 مرداد از طرح ویژه خود برای زیارت اربعین خبر داد و اعلام کرد که هماهنگی دولتی برای استقبال از زائرین از چهار نقطه مرزی ایجاد شده است به گزارش خبرگزاری رسمی عراق با توجه به اهمیت گذرگاه مرزی زرباتیه که در طرف ایران مهران نامیده می شود اقدام مهمی از فردا در این مرز برای آمادگی و استقبال از زائران انجام خواهد شد. بر اساس اعلام سازمان گذرگاه های مرزی عراق، این سازمان همچنین اقدام های لازم برای استقبال و پذیرایی از زائران اربعین، در گذرگاه مرزی منظریه که در طرف ایرانی خسروی نامیده می شود با هماهنگی استان دیالی فرماندهی عملیات استان دیالی و فرماندهی پلیس این استان آغاز کرده است این عملیات شامل توسعه سوله ها و سالن ها برای استقبال از زائران در این گذرگاه مرزی می باشد همچنین مکانهایی برای توقف خودروها و حضور موکبهای حسینی برای پذیرایی و استقبال از زائرین در نظر گرفته شده است سازمان های مرزی عراق تأکید کرد که عملیات ورود زائران از مرزهای مهران خرمشهر و شلمچه با هماهنگی همه, هنگی همه دستگاه های اجرایی با حجم بالایی در حال اجراست بر اساس اعلام این سازمان با توجه به آنکه بیشترین ورود زائران اربعین از مرز مهران صورت میگیرد تدابیر ویژه‌ای برای این مرز در مقایسه با دیگر مرزها در نظر گرفته شده است سازمان گذرگاه های مرزی عراق اعلام کرد که این تلاش ها در راستای اجرای بخشنامه دولت برای حمایت همه جانبه برای موفقیت طرح زیارت اربعین امام حسین علیه السلام صورت می گیرد. فاطمه موسوی اخبارشیه